نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام های خدا خدمت شما دوستان و هموطنان عزیز و کسانی که ویدیوی ما را میبینن تماشا میکنن تقدیم میکنم. امیدوارستم با اعضای خانواده شما در کانون گرم و پر محبت زندگی اما گوش باشین. دوستان عزیز، غذای امروز ما کباب مرغ است. شما اینا رو براتون با معرفی میگیم که در اخته کباب مرغ چی انداخته میشه و ما از ران مرغ استفاده کردیم. مانای زیر نمیته که یا ران مرغ باشه و یا سینه مرغ باشه، فقط ما امی قسمت نرمی های گوشت جدا میکنیم و استخوانایش که جدا کنیم. فرق بین سینه مرغ یا ران مرغ هیچ کدوم فرقی نمیره، چون من فعلا سینه مرغ در دسترس نداشتم. از امی ران مرغ استفاده کردیم و ببینیم که به چه شکل و بسیار سادگی امی استخوان ازی بیرون میشه. شما حالا میبینیم که به چه شکل استخوان ما بیرون میکنیم. اول ما ازی شروع میکنیم، بعدا براتون مواد رو معرفی میکنم. اول ما گوشت مرغ میگیریم و یه قسمت که پای داره ایره ما میبریم، به این شکل جدا میکنیم. این قسمت پای وقتی که جدا کردیم ایره یک تاو میتیم. شما ببینین این ما تاو دادم، استخوان مرغ کاملا، استخوان ران کاملا بر آمد. شما ببینین استخوان جدا کرد خدا. این استخوان که جدا کرد طبعا این گوشت همش نرمی میمونه و قسمتی که بعضی استخوانک های خرد ریزی داره اون رو بس دوباره ما میکشیم. خب در صورت این حال ما میریم سر مواد لازم ما به خاطر اخته ازی. اول خب در قدم اول ماس هست که ماس بسیار طعمش بالا میبره، خوشبویش میسازه و مواد مکس برای کباب است که یه غوری انگور داره، مرچ سیاه داره و تخم گشنیج داره و مرچ داره. و مواد دوم ما زردچوبه حتما است. زردچوبه شما میبینیم که زردچوبه حتمی ده، هر چیزی که پرتین هم فایده داره و هم مزید هم طعم بلند میبره. و همچنان نمک است، سرکه هست، مرچ های دلمه مکس زرد و سبز و سرخ هست و همچنان از بانجان رومی ریزه ما استفاده میکنیم. اینا رو ما قبلا ایره دوستای عزیز آماده کردیم، ای به خاطر نشان دادم و سیر است. من گفته نمونه که سیر در اخته حتمی از ضروری است که هم خوشمزه میسازه، بوی زیر فوق العاده میسازه. و اگر از گوشت گاو یا گوشت گوسفند استفاده میکنید، از فکرتان باشه که یگانه چیزی که اخته رو زودتر میسازه او کیوی است. کیوی، یک دانه کیوی هر گاه در گوشت گوسفند باشه و یا گاو باشه آن انپرتین بر پنج دقیقه او را پوش پوش میکنه، یعنی نرمش میکنه. میتونید که دفتن اگر حاجلکی کار است از اخته با کیوی استفاده زیادتر میشه و سیر گپو حتمی پرتین بست. و یک نکته بسیار قابل یادآوری دوستای عزیز، کسایی که مرض شکر دارن، نکته بسیار مهمی است که غذای اول یا منوی هزی مرض شکر بامیه هست. بامیه تازه و حتی کسی که به دسترس نداره بامیه را در موسمش خوش کنه و در زمستان بود هر وقت بود از او دودونیم کنه و را خوش کنه و میتونه شوتر کنه، صبح آب از او را بخوره و خود بامیهشم همراهش از جای بخوره. و اگر فصل سال باشه خود طبعا ساده هست، هر صبح پیش از اینکه چای بخوره، کسانی که مرض شکر داره دوباره تکرار میکنم، پیش از اینکه قبل از اینکه ناری بخوره باید سی دانه هست بامیه را در نمک بزنه. مثل ازی فکر میکنی که یک بادرنگ خوردیم، بسیار یک لذیذ میباشه. اگر او را تر کنید آب از بسیار چیز چسب داره و سر هر کس خوش نمیخوره، سر بعضی کسا بد میخوره. و بنان سی دانه صبح پیش از چای و سی دانه شب.
هرگاه هر کسی که مرض شکر داره حاجت از این نمیشه که پیچکاری بکنه، فقط یگانه داروی اصلیش که به حساب طبیعی است اینمی بامیه هست. بامیه در هر نوع مینوی غذایی مرض شکر مقام حواله داره. خوبی بود معلومات ما که در مورد بامیه بود که بامیه بهترین چیز برای مرض شکر در جهان ثابت شده. دوستان عزیز، همین گفتم موادایی که از اخته شده ما از گوشت ما پایین ظرف ما ریخته بود و من چندان کچولو را در او داخل کردم و او را با او آلوده ساختم با همون مواد و یار هم دستی اختیار کردم به خاطر ازی که ساده تر پخته میشه و همچنان از بانجان و رومی خرد ریزه ما استفاده کردیم به خاطر لذتش و هر قدری که بسر دسترخوان غذا مقبولتر باشه اشتیای همه فامیل به او زیادتر ملش زیادتر می باشه و چون غذا همین غذایی است که ما روزانه استفاده میکنیم، مثلا غذای ساده است که هر کس در خانه خود حضور کار میگیره، بنابراین اگر به شکل درستش استفاده شده بهتر است و اشتیای همه فامیل به او زیادتر و میل از او زیادتر می باشه. و حالا ما داشت خود قبلا گرم کردیم، داغ ساختیم و اینا را می خواهیم که به داشت بانیم بگذاریم تا 20 دقیقه یا 25 دقیقه نظر به درجه داشت هر کس فرق می کنه. بعضی از 300 شروع شده، بعضی از 250 شروع شده، بعضی از 200 شروع شده، از ما آخری درجه 250 هست که ما ایره به 250 ایار کردیم و ایره میمونیم به سر جولی ها و سر جولی داشت میگذاریمش تا که پخته شده. این حالا ما ایره داخل جولی میگذارم ببینید پخته میشه به چی شکل. خب دوستان عزیز، ما ببینیم که ما در جولی موندیمش که اگر آب از او بچکم ما زیر زیر امپادنوسی که داریم ما در او از این ورقای میبینین شما استفاده کردیم که اگر از این بچه که در او داشت ما دود نکنه و یا اذیت نکنه جایی را به او خاطر ما زیر از این باید حتما پتنیس بانیم و ما داشت اذیت طرف روشن میکنم به خاطر از این که هاپ میچکه اگر زیر داشت هم روشن باشه دود میکنه و خرابی میکنه. به او حساب ما فقط یک بالا یه زیر روشن کردیم، متوجه هستم پوره باید من یک بار دیگه چرخ بدم. این حال ما داشت روشن کردیم، میخواییم را بذاریم. مدت می باشیم که خرابی نشه و ایران در دلش می مانیم که آب از این نچکه و دود نکنه. می مانیمش تا 20 دقیقه یا نیم ساعت متوجه می باشیم داشت فرق می کنه درجهش. همیشه باید متوجه کار خود باشه که نسوزه زیادتر از اندازه ما. بله دوستای عزیز، غذای ما آماده شد. ببینین شما به این شکل پخته شده چون ما یک رویه انداخته بودمش 20 دقیقه یک روی شد 20 دقیقه دیگه روش تقریبا 40 دقیقه در بر گرفت بخاطر ازی که آب از این نریزه و بوین دود نکنه زیر داشت خراب نکنه. ما به اون خاطر صرف روش آمانده بودم به این شکل شد. شما ببینین اگر خوشتان آمد شما هم میتونین از این غذا استفاده بکنین. دوستان عزیز، پیش ازی که خداحافظی بکنم لطفا در کانال یوتیوب ما مشترک شوین و ویدیوهای ما را که قابل قبول شما باشه لایک کنه. اگر کدام انتقاد پیشنهادی داشته باشین در کامنت ما ارائه بکنین. خداحافظتان، روزتان خوش، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. خداحافظ.